رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستند. وقتتون بخیر جناب علیجانی. رئیس گفته مشکل حل نشدنی در کشور وجود نداره و بسیاری از مسائل قابل حله. یعنی چی؟ صحبت‌های مردم رو شنیدیم. پس اراده‌ای برای حل مشکلات وجود نداره؟ با سلام، ابراهیم رئیس بیروها رو برنیم که بیارنش رو صحنه. یه مدار مرتبطه مردم بود، صفت هایی مثل آیت اعدام، آیت الله قطعان بهش میدادن. از موقعی که اومده سر کار یه خود روشنتر شده بر مردم، مردم دیگر تا مستحق شعار و فوشن نمیدونن. ما در سال 1401 دیدیم که شعارها همه متوجه اون کسی بود، یعنی خامنه‌ای بود که رئیسی رو روی کار آورد. ولی اونها وقتی میگه مردم و اینها، مثل رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی که وقتی میگه مردم منظورش سفید پوست هستن بقیه نیستن، شاید ابراهیم رئیس فقط مردم خودشون میبینه. الان تو در دل مردم گفتی فقط خداشون و عوان انصارشون، و یعنی اکثریت مردم که خب معلومه مشکلاتشون چیه و الان در دل کردن گفتن. ابراهیم رئیسی هم اصلا در این سطح نیست، یعنی الان در بین خود نیروهای ولایی این پشپش هست که اون وقت که ابراهیم رئیسی به فکر آینده سیاسی خودش هست، در توهم رهبر شدن هست، به فکر مردم نیست. جلسات فوق سری با ضریب امنیتی بالا میذارن کنار سطح لتیان یه سری بیسی و اوان انصار باند و خراسانی ها، و در این باره بحث کنن، تو این توهمات سیر میکنن. و همین امروز خوب انتخابات دور دوم مجلس سردترین، حالا دور اولش چی بود که دور دومش چی باشه، ولی هر قدر که در پایین سرد بود در بالا داغ بود، مثل سگ و گربه به هم میپریدن. اونقدر علیه هم دیگه افشاگری کردن و به هم لجن پراکنی کردن که در اون کارناوال پرتاب و گوجه تو اسپانیا اینقدر گوجه به هم پرتاب نمی کنن. اینا به فکر مردم هن. و حتی طنز پردازی میکردن مردم که اگه دو سه تا انتخابات دیگه برگزار بشه اینا خودشونو براندازی میکنن. ببین وضعیت مردم همین، هم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان موج چهارم شد که برگزار کردن، خود حکومت برگزار کرده. ببینن نارضایتی های مردم در این 20 سال گذشته چقدر روش پیدا کرد. شهرهای کوچیک الان ناراضی ترن از شهرهای بزرگ که از اینه بیشتره. زنها بیشتر از مرد ناراضی هم، جوانها بیشتر از بقیه سنی ناراضی هم. این که چشم ببندیم و رئیسی هنوز فکر کنه دوره مثلا کاندیداتوری شه، فکر کنم کاغذاشو اشتباهی آورده داره میخونی که همه مشکلات قابل حل است. چه مشکلی رو شما حل کردین که حالا با این ادعا در واقع در برابر مردم قرار میگیرید؟ هرچند تاکید کنم مردم دیگه ابراهیم رئیسی رو اصلا لایق توهین هم نمیدونن، به بزرگتراش میپردازن و مشکلی که در این فایل صوتی که شما پخش کردین مردم درددل کردن و گفتن. پای صندوق‌های رأی همین سرترین انتخابات مرحله دوم منظورمه، گفته بقیه کشورها فقط از رأی مردم حرف میزنن، ما به رأی مردم عمل میکنیم. واقعا اگر معیار رأی مردم باشه اولین کاری که باید بکنن چیه؟ کلا اولین کاری اینه که خوب بزنم مردم حرف بزنم، بزنم مردم رأی بدم. من واقعا اصلا نمیدونم این جمله چقدر با عقل جور در میاد که مردم، ما اینجا به حرف مردم گوش میکنیم، مگر فقط مردم و فقط حواریون خودشون بدونن. جمهوری اسلامی هم مثلا اسرائیلی که گوشش رو به کل دنیا بسته و فقط حرفای موافق رو میشنه، مثل همه دیکتاتورهایی که صدای مردم رو دیر میشنون، نمیخوان صدای مردم رو بشنون. ببینید الان مردم رسیدن، یه ویدئویی وایرال شده در فضای عمومی که یه فردی تلفن میزنه به شماره‌ای که و شماره‌هایی که اعضای بدنشون رو گذاشتن برای فروش. اصلا به اصطلاح غمبار تراژیکه. آیا شما بودجه گذاشتین 100 میلیارد تومان برای پشتیبانی وزارت کشور؟ حالا خود اصلش چقدر بودجه است نمیدونیم، از راهپیمای اربعین شما فکر مردم هستین؟ شما توزیع دارو رو موکول کردین به رعایت حجاب توسط فروشندگان داروخونه ها، یعنی گروه کشی کردین، گروهان گرفتین. نیروی انتظامی رو که بایستیم امنیت بیاره برای جامعه، به آسیبای اجتماعی و به سرقت و به ناامنی های اجتماعی به پردازه، عامل اصلی ناامنی کردین، انداختین به جون زن و بچه مردم و خود اونام ناراضی هستن.
خیلی از اونها کارمندای خود نیرو انتظامی ناراضی هستند. همین کارمندهای زندان، مامورین زندان جمهوری اسلامی در اکثر جا از جمله در اوین ناراضی هستند. میگن ما استعفا میدیم، ما استعفا دادیم، نمیپذیرن. اگه ما بریم حتی نیرو ندارن جایگزین بکنن. شما بدنه ولایتون هم راضی نیست. چه برسه به بقیه مردم. بنابراین من فکر میکنم حرفای رئیسی جز نمک پاشیدن اون زخم مردم و دروغ گفتن علنی در برابر مردم نیست. و این آقام تو توهم رهبر شدن، توهمی که فکر نمی‌کنم خوابیست که تعبیر بشه. سپاس از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما بودید.